رقابت‌های انتخاباتی اینجا در آمریکا امروز سه‌شنبه در دو ایالت مهم فلوریدا و نیویورک و همینطور یک منطقه انتخاباتی در ایالت اوکلاهاما ادامه پیدا می‌کنه. در فلوریدا به لطف تغییر مناطق انتخاباتی، جمهوری‌خواهان می‌تونن به صورت بالقوه 4 صندلی بیشتر در مجلس نمایندگان به دست بیارن. در همین ایالت فرماندار پیشین چارلی کریس هم در رقابت‌های مقدماتی دموکرات‌ها شرکت می‌کنه تا در صورت پیروزی در مقابل فرماندار فعلی راندو سانتس قرار بگیره. آرش غفوری تحلیلگر سیاسی در استودیو با ما. آقای راندو سانتس که خیلی وضع خوبی داره الان در فلوریدا، طرفداران زیادی داره، شاید بلند پروازی‌های بیشتر هم داشته باشه در ماه‌های پیش رو برای کاخ سفید. چقدر واقعاً هر نامزد دموکراتی که انتخاب بشه شانس این رو داره که عرض اندام بکنه جلوی او؟ ببین، چارلی کریس خودش قبلاً فرماندار بود، تون جمهوری‌خواه بود، 2007 فکر می‌کنم فرماندار همینجا بود، بعد میشه مستقل و بعد میشه دموکرات. دو بار تو انتخابات شرکت میکنه، هم توی فرمانداری هم توی سنا شکست میخوره تا اینکه میشه نماینده نماینده مجلس نمایندگان. فکر کنم منطقه 15 انتخاباتی یا 13 انتخاباتی بوده باشه، اطراف شهر سن پیترزبورگ که میشه غرب ایالت فلوریدا. حالا ایشون تو مقدماتی با خانم نیکی فرید با هم دارن رقابت میکنن که یه نفرشون بیاد جلوی آقای دو سانتیس قرار بگیره. بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. دو سانتیس یکی از اصلا بعد از دونالد ترامپ کاندیدایی که جمهوری خواهان اتفاقا حساب میکنن، جمهوری خواهانی که حالا یک سری عقایدی دارن از لحاظ دیدگاه مذهبی و دیدگاه فکری و فرهنگی، دو سانتیس به قول معروف نماینده شونه دیگه و اونم شاید بخواد برای کاخ سفید هم داستان داشته باشه. اصلا این اتفاق بیفته اگه آقای دو سانتیس برای انتخابات بخواد شرکت بکنه و احیانا حالا اگر پیروز بشه، چه اتفاقی بعد واسه فرماندار فلوریدا میفته؟ چیکار بعد استعفا بده دیگه؟ بله، وقتی فرماندار فلوریدا یعنی آقای دو سانتیس میره کنار، وقتی اگه رئیس جمهور بشه بعد دوباره انتخاب برگزار بشه، فرماندار انتخاب بشه. ما البته بازم بستگی به قوانین ایالتی داریم، لوتنت گاورنر هم داریم دیگه، یعنی فرماندار معاون فرماندار و دوباره انتخاب برگزار میشه و فرماندار انتخاب میشه. خودت فکر می‌کنی اقدام بکنه واسه ریاست جمهوری؟ بستگی به ترامپ داره. اگه ترامپ نیاد، دو سانتیس احتمالاً میاد. و میگم تا الان شما تبلیغات انتخاباتی هم خانم نیکی فرید ببینید، هم آقای چارلی کریس. حالا میگه اگر ترامپ نیاد، ولی مثلا سر همین داستان فلوریدا اونقدر جدی وای نستاده. چرا اولش چیزی گفت؟ آره. البته خب میدونین این دو تا در ظاهر با هم مشکل هم دارن. بره. در ظاهر که نه، در باطن با هم مشکل هم دارن. ترامپ یه دونه کارتای تبلیغاتی گذاشته به عنوان وفاداران به ترامپ. اینم دو سانتیس هم همین کارو کرده، وفاداران به دو سانتیس، حالا با اسمای مختلف البته. اینا دارم میگم که کلا الان کاندیدای دموکرات توی حتی مقدماتی خود دموکراتاشون فوکسشون روی آقای دو سانتیسه و حرفشون هم اینه که این میخواد 2024 بره واسه ریاست جمهوری اقدام بکنه. خب این خیلی نکته مهمیه دیگه واسه شون. تو 30-40 ثانیه فکر کنی به نیویورک و اوکلاهاما برسیم سریع؟ سریع نیویورک، ببین افراد زیادی تو نیویورک هستن که اون داستان دادگاه عالی و بس مسئله سخت جنین توی برخی از ایالت‌های مناطق انتخاباتی تو نیویورک تاثیر گذاره، مثل منطقه 10 که میشه خود منهتن این پایین نیویورک، و هم نیویورک هم فلوریدا هر دوتاشون با اون داستان سمندربازی شما که اسمی که درست کرده بودی، اونها هم در این انتخابات باشون دخیل و درگیره. ممنونم از آرش غفوری اینجا در استودیو با ما.